برای بحث روی هشدار طالبان به خاطر تداوم حضور ترکیه به خاطر حفظ امنیت میدان هوایی کابل، سلیم پیگیر کارشناس مسائل سیاسی را در استودیو با خود داریم. پیگیر صاحب، به شما خوش آمدید میگم. طالبان هشدار دادند که حضور نیروهای ترکیه را در افغانستان نمیپذیرند و در صورتی که حضور نیروهای ترکیه در کابل ادامه پیدا میکنه، این گروه در برابر از اونها به حملات خود ادامه میدهند. شما چی فکر میکنین که طالبان توانایی ای را دارند که مانع حضور نیروهای ترکیه در افغانستان شوند؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون شما. سلامت باشی. طالبا اگر بخواه نخواه، اگر امریکایی‌ها بخواه، شما در جریان هستید که انگلیس هم گفت ما 100 سرباز خود میمانیم در افغانستان، امریکایی‌ها 650 و ترک ها میخواهند که امنیت میدان هوایی کابل بگیرن. طالبا صرف از روی اعلامی هم میگن که ما نمیخواهیم و یا نمیگذاریم، ولی پیش از پیش همراه از اونا به توافق میرسن، با دوزی اعلام میکنن. این باید مردم افغانستان بفهمه. ببینید، امریکایی ها باید در اول می از افغانستان آخرین سربازش بیرون میشد، ولی هنوز هم هستن. طالبا تا بالی هیچ نوه حمله بالای امریکایی ها نکنه و نمیخواه بکنن. بختر طالبا در امروز او طالب دیروز نیستن. اگر دیروز بهانه میکردن که بخاطر اسلام و بخاطر دین و بخاطر نجات وطن، ولی امروز باید و بدانند که اونا من حیث یک سرباز امریکایی علیه مردم خود میجنگن. اما تو که سابق امریکایی ها مردم افغانستان میکشت، بمبارد میکردن، امروز به جای اونا طالب هاست که مردم افغانستان زجر میتن، میکشن، انتحار میکنن، انفجار میکنن. بنان من فکر نمیکنم که طالب ها هیچ نوع حمل رو بکنن، به خاطر در مقابل هر حرفی که امرایشان به توافق میرسه، اونا در مقابلش پول خودم میگیرن، در مقابل رهبرایشان معامله میکنن. او بهانه هایی که اونا به خاطر اسلام و دین و دیگه حرف ها میزدن، حالا به مردم افغانستان افشا شد که دیگر طالب ها او چهره ای که به مردم افغانستان خود نشان میدادن، او چهره ها دیگر نیستن. اونا من این سرباز امریکایی در افغانستان علیه مردم خود میجنگن. واگذاری تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل به نیروهای خارجی نقض توافقنامه دوحه نیست؟ شما فکر نمی‌کنین که این موضوع پروسه صلح به تأخیر مندازه؟ ببینین، من خب بیشتر مثال دادم که مطابق تعهدنامه‌ای که کرده بودن، باید اول می آخر سرباز امریکایی مبرامد که نبرامد. حالا معلوم نیست که مبراید نمبراید. وضعیت افغانستان ما که می‌بینیم، من هم خوش نیستم که یک خارجی، نه ترکی، نه امریکایی، نه پاکستانی، نه روسی در افغانستان حضور داشته باشه. هیچ افغان فکر نمی کنم که حضور یک خارجی را برش قابل پذیرش باشه. ولی بدبختانه حالات آمده که هیچ چیز به دست خود افغان ها نیست. همه چیز زمین ما در اختیار خارجی هاست، هوا در اختیار خارجی هاست. اونا فیصله هایی که میکنن بالای مردم افغانستان تحمیل میکنن. بنابراین فکر نمی کنم که ترکیه، اگر اونا چهار طرف میدان هوایی کابل پوسته پرتن، همیت بگویم ما میگیریم که تیاره را دواسط راکت ها تیاره ملکی را که سقوط نته، یک حرف جداست. ولی اگر نه داخل میدان هوایی من حیث سرباز و سرحدی افغانستان اوجه حضور پیدا میکنن، اصلا ضرورتش نیست. در مقه وقت هم امریکایی ها و خارجی ها اوجه نبود، افغان ها و اساکر افغانی، افسر ها، سرباز های ما تا آموختن که چگونه در یک پاسپورت دخولی و خارجی بزنن. به نظر شما امریکا به چه دلیل پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از امنیت میدان هوایی بین المللی کابل نگران است؟ شما فکر نمی کنین که امریکا هنوز هم بر طالبان بی اعتماد است؟ نه، من فکر نمی کنم. ببینین، دمی اواخر بسیار عرفاره غوغار انداخت امریکایی ها تا مردم افغانستان زیر تاثیر طالبا بیاره، طالبا رو بسیار بزرگ جلوه بده که ما ترجمان ها رو میکشیم، 2000 ویزه برای خانم ها میتیم. ببینید، اول خو از نگاه سیاسی بر خود امریکا جای بسیار شرم است که بعد از 20 سال حضور خود اونا
اینقدر ترس هراس به جان مردم افغانستان کوشش میکنن که جای به جای بکنن که نباید این کار بکنن. پس 20 سال حضور خود شما به چی مانا؟ شما آمده بدین که تروریسم از بین ببرید، مواد مخدر از بین ببرید، یک حکومت داری خوب ایجاد به مردم مارمغان بیارید که ناکام موندین و باید امید که ناکام موندین برای این دیگه مردم ما رو به این تشویش ها نپردین که طالبان در سر راست اینمی این میکشن، من ترجمان ها رو میکشم، حتی آوازان را سفارت ها رو بسته میکنیم. اونا فقط میخواین که مردم کشور ما رو به تشویش بردن که این ما تا که بدیم اهمیت را گرفته بدیم، حالا ما نیستیم دیگه، چهار تا طالب میایم میکشیتان و به این فرار کنین برین. فقط کوشش میکنه فرار مغزاره از افغانستان جریان بده که باز آینده افغانستان به دست چهار تا افراد اشخاص بی سواد و کم سواد بانه تا اونا امو منافعی که دارن بسیار خوب از امو افراد اشخاص بی کفایت استفاده عظمی خود بکنن. حالا که امریکا قرار است کاملا افغانستان را ترک کنه، ماموریت 20 ساله خود در افغانستان موفق خونده و همچنان گفته که به هدف خود رسیدیم که هدفشان هم از بین بردن رهبر شبکه القاعده بوده، در عین زمان کشورهای شمالی ما نگران امنیت هستند و تاکید دارند که امریکا باید مسئولان از افغانستان خارج شوند. فکر میکنین که ماموریت 20 ساله امریکا در افغانستان موفقانه بوده؟ میبینین خب اول خب یک سر بن لادن باز بکنیم. بن لادن در افغانستان کشته نشد، اسلام آباد اگر کشته باشنش که من شک دارم. وقتی که رئیس جمهور پاکستان گفت ما یک سال پیش خودم در جنازه بن لادن اشتراک کرده بودم، یعنی او وقت مرده بود به سر مریضی، که من شک دارم. ولی اگر اونا راستم بگویم کس بن لادن در خاک افغانستان نکشته، این بمباردها، این لشکرکشی که به خاطر از بین بردنه. ببینین امریکایی ها کامد یک طالب بود و القاعده، حال خودشان اعتراف میکنه 21 گروه تروریستی در افغانستان است. پس کدام دستاورد میتونه بر از اونا باشه که اونا میگن که ما دستاورد داریم و یکی از دستاوردهای ماست که ما بن لادن اگه میتونستین امو اول میرفتین در پاکستان دیگه در اینجا بر چی آمدین؟ و از نگاه ای که بگوین که ما یک چیز خوبه ما بردم افغانستان میراث میمانیم، شما دیدین که از بگرام فرار کردن، حتی دولتی که خودشان بالای مردم افغانستان تحمیل کردن سر از نام اعتماد نداشتن، فرار کردن، چراغا رو گل کردن، دیدن که مردم عوام چور انداختن، چاپاول انداختن. بعد از او دولت افغانستان خبر شد و یک عساکر روان کرد که میدان هوایی بگرام بگیرن. بنان پروسه که امریکایی‌ها در افغانستان در طول 20 سال بود، در مجموع امریکایی‌ها ناتو یک پروسه ناکام، هیچ چیز خوب مردم افغانستان برمغان ناوردن. ما 3.5 4 میلیون تنا مردم از در زیر پل‌ها خواستن، محتادین، اینا کلش توفه زناس. ما تا بال یک فابریکه گوگرسازی نداریم، ما یک فابریکه روغن نداریم، ما بند برق نداریم، هیچ نوع دستاورده که سبا روز امریکایی ها برخ ما بکشه ما نداریم. بنان امریکایی ها از ناکام شدن، هیچ نوع دستاورده ندارن. همسایه شمالی ما که نگران وضعیت سرحدات شمالی هستن، نگرانی های از اینا چه پیامی به امریکا میرسن؟ ببینن ما نگرانی از اونا را درک میکنم، من ایسی یک شهروند از این کشور اونا باید نگران باشن. ببینید یعنی سقوط ولسوالی هایی که بدون جنگ در صفات شمال برای طالب ها تسلیم شدن بدون جنگ، طبیعی پیش از اونا سوال خلق میشه که چرا در صفات شمال و هم در سرحدات مثلا بدخشان یکی از سرحد با تاجکستان است که اونا همش سقوط کرد، چرا اونا سقوط بکنه بدون جنگ؟ حتی شما یکی دو ولسوالی رو دیدین که دو روز بعد طالبا خبر شده کجا رفتن و افسر و سرباز ما تقریبا بیشتر از 2000 افسر و سرباز ما رفتن به تاجکستان تسلیم شدن که اونا ایده ها دارن که ما به ما قمانده شد که ما باید ولسوالی ها رو احیا بتیم. طبیعی است که برای اونا سوال پیدا میشه که چرا در صفحات شمال؟ ببینید صفحات شمال ما نه تنها اونجا طالبا فعال است، به مگان معلوم است کجا داعش است، القاعده است، اونا دپالوی طالب هستند.
یکی امریکایی ها میگه که طالب ها به وعده خود وفا کردن که از القاعده و داعش اینا جدا شدن، ناممکن است، ناممکن است که اینا از یک دیگه جدا شود. و هر کس که باور رو میکنه این احمقانه است که اونا حتی خیشی دارن. شما خبر دارین که ملا عمر یک دختر خود بر بچه بن لادن داده بود و اینا بسیار نزدیک هستن. بنان ما اونا رو درک میکنیم، همسایه های شمالی خود که باید اونا سرداد خود دفاع بکنن. و امروز جلسه که در تاشکند دار شده روی این مسائل همیتی کشور ما که سخت اونا در ایراس هستن. ببینید اگر ما تا می طول 20 سال ثابت کده می تانستیم که دولت مردای ما ثابت میکرد که ما نه تنها از به خاطر مردم افغانستان دفاع میکنیم، بلکه ما از تمام جهان در مقابل تروریستا دفاع میکنیم، که تمام جهان باید بر ما همین مسائل که حال ما به وزر میگیریم باید به زور میگرفتیم. اونا داوطلبانه بر ما میدادن. بخاطر ما در خط اول جنگ علیه تروریسم قرار داریم، ولی بدبختانه که دولت مردای ما مصروف زدکند خود بودن، نتانستن قناعت جامعه جهانی و همسایه شمالی و جنوبی ما را به دست بیارن. حالا که ما از رهایی 5000 زندانی طالب تجربه داریم، طالب ها به تازگی از حکومت افغانستان خواستن که ما در بدل رهایی 7000 زندانی خود حاضر به آتش بس هستیم. شما چی فکر میکنین که میتونیم یک بار دیگر بر طالب ها اعتماد بکنیم؟ ببینین ما نه، ولی دولت افغانستان یک بار اعتماد کرد 5000، که خود از دولت افغانستان اعتراف میکنه که 80% از اونا رفتن دوباره به جنگ ها، که جنگ ها چقدر داغش. و آتش بس هم دائمی نیست، آتش بس برای 3 ماه 4 ماه. ببینید در طول 3 ماه 7000 زندانی هایشان میره به صفوفشان میپیونده، در طول 3 ماه خود خوب اکمال میکنه، در طول 3 ماه نقشه را به خاطر گرفتن ولایات اونا خوب به فکر و آرام نقشه کشی میکنه. و از خارج هم از کشورهای کامیشان است پولا میایه، سلام میایه. بنان اونا به یک جنگ قوی دیگه آمدگی میگیره، نه به خاطر آتش بس. اگر آتش بس میکنن، صلح میکنن، باید دائمی باشه. چرا برای 2 ماه 3 ماه؟ باید دائمی باشه. اگر واقعا اونا میخواین که در افغانستان یک صلح دائمی بیه، که باید یک آتش بس دائمی که دیگه او جنگ شروع نشه. ولی این آتش بس که به خاطر ازی باشه که ما آمدگی میگیریم که فردا زیاد مردم افغانستان بکشم، به فکر ما اگر هر کس این معامله رو با طالبان بکنه یه خیانت ملی است. مثل که 5000 زندانی رفت کسی لا کرد، یه خیانت ملی بقیه مردم افغانستان کرد. یه 7000 زندانی رو مگر رها بکنن، یا یه خیانت ملی حساب میشه که مردم افغانستان میتونه به بسیار فجایع بعد به خاک خون بکشانه. به تازگی تصاویر از طالبان به نشر رسیده که در مناطق تحت کنترل حکومت پاکستان آزادانه گشت و گذار میکنن، سربازگیری میکنن بر ضد حکومت افغانستان. شما چه فکر میکنین که در صورتی که فشارهای بین المللی بر پاکستان و حامیان طالبان وارد نشه، حکومت افغانستان میتونه که این گروه را به پروسه صلح دعوت بکنه یا پای از اینا را به صلح بکشانه؟ ببینین مداخلات پاکستانی نو نیست که در طول 15 20 سال باشه. بیشتر از 40 سال است که دولت مردای پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه به هر نامی، ولی بدبختانه همیشه از نام اسلام استفاده کرده علیه مردم ما. که نه تنها فیلم هاست، شما دیدین که ملا غنی برادر وقت سفر داشت رفت امرای زخمی ها، امرای مریض های خود دید که در شفاخانه های اسلام آباد و کراچی بدن. یکان تا ادعا میکنه که اگر در پشاور باشه خیر است یا در شهرهای کم سرحد هستیم خیر است، ولی اونا در کراچی و اسلام آباد بدن. بنان مداخله پاکستان حال به شکل آشکارا است. شما اگر می بیانه های وزیر خارجی شو ببینین، صدر اعظم شو ببینین، به شکل آشکار. ولی پیام به پاکستانی ها همیست، وقتی که بادارای شما از اینجا شکست خورده میره، شما خو پیش مردم افغانستان هیچ هستین. باور داشته باشین که
افغان ها شاید ما بین خود یکان مشکل داشته باشه، ولی در مقابل خارجی ها که هندو باشه، مسلمان باشه، عیسوی باشه، یهود باشه، به هر نام که باشه، اونا همیشه یک جا میشن، وحدت میکنن، شکست میدن. این درس است. خود امریکایی ها اقرار کردن، سناتورایش، که افغانستان قبرستان امپراتور هاست. بران پاکستان شما نوز خود شما غلام هستین. یک چگونه مداخله میکنین از طریق می افراد اشخاص جواسیستان؟ بالاخره مردم افغانستان به داد جواسیستان هم میرسه و به داد شما میرسه. ما شما در بین ما اگر 2000 10000 نفوذ داشته باشی، ولی ما در 15 میلیون افغانای ما در اون طرف سرد هستن. ما میتونیم از وجود از اونا در مقابل هر عمل پاکستان بسیار جزایی بتیمشان که اصلا اونا انتظارش نداشته باشن. بالاخره مردم افغانستان از این حالت مبراین. پشت هر شب روشنی است، روز است. بالاخره طلوع صلح در افغانستان طلوع میکنه که ما از این بدبختی هم. ولی روسیایی برای همسایه‌های بسیار بد ما، برای همیشمان میمونه برشان. ما منهش یک کشور آزاد بودیم، هستیم، میمانیم و خاتماندیم. در شرایطی که به شدت درگیر جنگ هستیم، نیروهای بین المللی هم افغانستان رها کرده میره، ولسوالی های ما هم در حالت سقوط هستند. در چنین مقطع زمانی پاکستان آشکارا از طالب حمایت میکنه، طالب به طور آشکار در شهرهای بزرگ پاکستان گشت و گذار میکنه، مسلح با بیرق خود. چنین پالیسی های پاکستان به چی معنا بوده میتونه؟ ببینید پاکستان امو چهارده ماده که برای آقای غنی تسلیم کرده بودن، اونمو رو میخواین که ما با قبولان سر ما که ما قبول کنیم که اردوی ما باید دوج درس بخونه و اردوی ما باید از 70000 نفر زیاد نباشه و کنسلگری های هند در کجا باشه و در کجا نباشه. ولی مثال کوچک بر شما دادم که وقتی که هنوز پاکستان او کشور نشده که ما را بتانه تحت تاثیر خود بیاره. ما تاریخ داریم، حتی ما روزا میاد کردم که همو رژیم را که پاکستان بر مردم افغانستان میخواه، همین رژیم طالبانی را چرا برای خود نمیخواه؟ ببینید پاکستان دفعشا در جهان سیوم است. کیلی من نمیگم، سازمان ملل اعلان کرد اول تایلند است، دوم فیلیپین، سوم پاکستان. شرابخانه ها آزاد است، فحشا به اوج خود رسیده. پس من نمیفهم که طالبای افغان کجا هستن و یا طالبایی که به نام طالبای پاکستان نیست. اول همین رژیم طالبانی رو بگذارید بالای خود قبول بکنید، بعد از او بخشش کنید. ولی چیزی رو برای خود نمیخواید، ولی برای مردم افغانستان شما او چیزی را میشه میخواید. که من میفهم که آتش جنگ بالاخره دامنگیر پاکستان هم خواهد شد. طالبای افغان و پاکستانی را خواهد فهمیدن که بیاین اول از پاکستان شروع میکنیم. همین رژیم بخاطر که او چیزایی که در پاکستان است در افغانستان ابدا نبوده و فکر نمی کنم در آینده های بسیار دور هم تا در افغانستان به مردم افغانستان مردم با غیرت با شرف با عزت هستن. اون چیزهایی که در پاکستان است فکر نمی کنم که ما دیگه او را تا قبولش داشته باشیم. ولی پاکستانی ها همیشه بسیار مسائل است که از بس بیرون نشه، اونا کوشش میکنن که هر قدر که در افغانستان جنگ باشه اونا نفع میبرن، به نفع از اوناست. اول مسئله آب هم بسیار مثال ساده برای شما میده. ببینید یه جنگ است، سالانه 50 میلیارد مکعب آب به پاکستان رایگان میره. اگر اینجا یک صلح اهمیت باشه هر متر مکعب آب ما $1 بفروشیم 50 میلیارد دلار میشه. ما شما ششتیم که امریکا ما را 3 میلیارد 4 میلیارد کی میده و همه تو طرف ایران. بنان اونا نفع میبرن از جنگ افغانستان، نفع میبرن که هر قدر که جنگ باشه افغان کشی باشه اونا در اوج آرام خواه میشن.
حالا که پاکستان عملا در برابر حکومت افغانستان جبهه گرفته، شما چه فکر میکنین که سفر هیئت از سیاسیون به قطر، گفتگو با طالبان، تلاش ها برای گفتگو با طالبان نتیجه خواهد داد؟ ببینید، ما مخالف از افراد اشخاص که در لیست هستن میرن با پاکستانیا و با طالبا میرن مذاکره میکنن، مخالف تمامشان است. وقتی اینا هم از امو جامدن یک نفرشان نشان بکن، یا کلش 14-15 سال مثل که امروز طالب غلام است، 14-15 سال اینا غلام بدن، دموجا بدن. اینا امروز کار را که طالب میکرد دیر و زنا میکردن. بنان به نظر من هیچ نوع نتیجه نمیده. اینا کسایی هستند که فقط میرن زیر پای طالب مفته که اگه آمدی امی بلند منزل ما را غرض نگی، تجارت ما غرض نگی، پول که ما در طول 20 سال دوزی کردیم هینمی ها را غرض نگی دیگه، یا نمیرن که به خاطر من و شما بره اوجا یا به خاطر صلح مذاکره بکنن. هر کدام از یا نماینده اصیل از این کشور باید بره که روی منافع ملی از این کشور با پاکستان و با طالبا صحبت بکنه. این افراد اشخاصه که من نفهم که روی کدام دلیل، روی کدام منطق اینا را ریاست جمهوری به یک ناز و نوز میخواه، یکیش نماینده پشتون شده، یکیش نماینده تاجک و ازبک و هزاره و که اصلا مردم سر از اونا خبر هم نیستن، به نماینده از اونا میرن، فقط میرن که ما میریم به خاطر صلح. ولی باور داشته باشین تا که نمی گروه زنده است در افغانستان ما روی صلح نمی بینیم، به خاطر یا کل از اینا عامل جنگ هستند، در طول همی 40 سال یا عامل جنگ بودن. اونا از هم مثل پاکستان و از جنگ نفهمی برن، به خاطر اگر شما یک بار پیش فکر خود مجسم بود اگر صلح بیاید دیگه، ما با این افراد اشخاص که باید همشان محکمه شود، خودی زیاد میفهمه همه ایشان باید محکمه شوند، در پشت میلای زندان و یا بدار آویخته شوند، یا دیگه باز به این نام به محتر زری و در این خانه های قشنگ یا کس دیگه مردم آرام میمانه. بنان عامل جنگ هستن اینا، هر کس بالای زیاد اعتماد میکنه جفا به حق مردم افغانستان است. نماینده امریکا که به تازگی سفرهای را باز هم به خاطر پروسه صلح افغانستان آغاز کرده و قرار است که با هیئت طالبان هم در دوحه ببینه، شما چه فکر میکنین؟ در گذشته هم خلیلزاد سفرهای داشته اما تا هنوز نتیجه روشنش ندیدیم. ببینین خلیلزاد درست است که نام افغانی داره، ولی اون نماینده دولت امریکاست، نه نماینده مردم افغانستان است. اگر بسیاری افغانهای ما فکر میکنن که خلیلزاد میره به نفع افغان کدام کار را میکنه، سخت اشتباه میکنه. او از منافع امریکا دفاع میکنه، نه از منافع افغانستان، و تا بال هرچی که کده به نفع امریکا کده. ببینیم در یک سال است که یک سرباز امریکایی بینیش خون نشده، زخمی نشده، کشته نشده، آفرینش. او یک امریکایی است، یک درست است که نام در افغانستان تولد شده، ولی او نماینده امریکاست که ما از او انتظار نداریم و نداشتیم که به منفع مردم افغانستان. ای ما باید، ما این دولت مردای ما که امروز ششتن بعد چوکی های مختلف، اونا باید بالای منافع ملی افغانستان فکر بکنن و به نفع از اونا کار بکنن، که بدبختانه اونا منتظر هستن که چی و خلیلزاد میه یک خبر خوش که چند ماه دیگه حکومت ماست، یا یک سال یا شش ماه یا دو ماه منتظر همیستن. هر وعده که ما بتانیم من حیث افغان ببینند امی آیت آیت بازی در سر سر که دیگه میزنن، ما تا بال در داخل هر به خاطر منافع ملی یک تیم مشترک نداریم، افراد اشخاص نداریم پنا بالای منافع ملی فکر بکنن. هر کس به خاطر منافع شخصی خود فکر میکنه. از این خاطر است که همین تمام پروسا قبل از اینکه شروع شوه و خونسا میشه. این چندین بار است که همین سفر سازماندهی میشه ولی ناکام میشه، چندین بار شد. چرا این مردم ببین به خاطر چند موضوع خدمت شما عرض بکنم. ببینید یا کلش فروشوتیا آمدن و یا از پاکستان، ایران نماینده ایشان است، روش توش مگر میزنم جواسیسشان آمده، فقط همین پروسه صلح را باید در هم بر هم بکنن که نفع ببرن از جنگ،
که من فلانی خان هستم، من فلانی خان هستم، یکیش بزنس تیل دست داره، یکی بزنس چوبه، یکی بزنس تیره، یکیش بزنس گازه، یا کلش مافیا است. و از جنگ اینا کلشان بهره میبرن. بنابراین من با یه تیم هیچ امید ندارم که اینا برن بالای منافع ملی افغانستان بحث بکنن. حالا که حکومت افغانستان در زد و بندهای با همسایه هایش مواجه است، به نظر شما حکومت افغانستان با امریکا و همسایه های خود کشورهای منطقه چگونه تعامل بکند تا به صلح برسیم؟ ببینین ای کاش که متی اگر آزرده نشین نمتی اگر حکومت می داشتیم که اونا در طول 20 سال همی تمام مسائل هم به نظر می گرفتن که چگونه بتوانن توازن حفظ بکنن که نه هند خفه شوه، نه پاکستان خفه شوه، نه ایران، نه امریکا، نه روسیه. ولی بدبختانه در طول این 20 سال ما یک طرفه بودیم، تمام دروازه رو بسته کرده بودیم و قد طرف امریکا سل داشتیم. حالی که امریکا فرار کرده از پیش ما، حالی چهار طرف میدویم ورخطا. ما این رو باید روز اول فکر میکردیم که امریکا نه بچه بابی ماست، نه نزدیک ماست. ما باید با همسایه ها بسیار روابط نیک و احسن هر جور میکردیم که فعلا کوشش دارم، ولی من میفهم که کوشش ها ناکام است. باید در مسائل سیاست خارجی یک استراتژی بسیار قوی وجود داشته باشد. ما در طول 20 سال میبینیم پاکستان یک روز برادر میشه، صبح دشمن. هند یک روز دوست میشه، دیگر روز دشمن میشه. ایران همچنان. همیاله میبینین فاصله ها ما بین وزارت خارجه یک چیز میگه، ارگ ریاست جمهوری دیگر چیز میگه، شورای مصالحه دیگر چیز میگه. ما یک سیاست مشخص، حتی ما در تعریف دشمن نداریم یک سیاست مشخص. همیال اگر آقای حکمتیاری که میره طرف قطر، اگر پسانش کرد طالب، کس میگه برادرم است؟ اگر از آقای اشرف غنی یک سال پیش پرسان میکردی، او هم میگه برادرم است. ولی امروز به خاطر که در تکر است میگه دشمن است. آقای عبدالله یک جواب دیگه بر شما میده. بنابراین ما هیچ نوع تعریف نه تنها درباره دشمن داخلی، درباره دشمن خارجی، درباره دشمن منطقوی و جهانی نداریم. هر کدام ما تعریف های مشخص، هر وزارت، هر ریاست، هر شورای عالی مصالحه به خاطر منافع شخصی خود ما تعریف های مشخص بر از اونها انتخاب کردیم. حکومت که همواره گفته هیچ وقت پس از این نمیتونه که برای اسلام آباد اعتماد بکنه. وزیر خارجه پاکستان به تازگی با حنیف اتمر گفته که در مبارزه با تروریسم مشترکاً عمل میکنیم. شما چی فکر میکنین که وزارت خارجه به چی دلیل میتونه به سخنان فریبنده وزارت خارجه پاکستان خوشبین باشه؟ ببینید شما اولین بار است گپ شنیدین در طول 20 سال. ما خود ده ها بار شنیدیم از دان کرزه، از دان اشرف غنی، از دان اتمر که بالای پاکستان اعتماد نمیشه. ولی صبح ببینید که بازدم اسلام آباد شده. دقیقا ببینید پیشتر من خوب شما گفتم باید ما تعریف داشته باشیم. همین وزارت خارجه را اگر شما پرسان بکنید کدام استراتژی مشخص درباره اتمی پاکستان داری که نداره، درباره هند داری، درباره ایران داری؟ ندارن اونا. این فقط منتظر هستند که اگر امریکا یا کشور بد گفت یا صبح شروع میکنن. بله ما چندین بار ببینید حتی در مسائل داخلی، من یک مثال بسیار کوچک برای شما میدم. یکی از ژورنالیست ها موضوع بچه بازی رو در یکی از لیسه ها افشا کرد. آقای اشرف غنی عاجل ردش کرد. توی دروغ است. دو روز بعدش سفیر امریکا گفت نه راست است. آقای اشرف غنی گفت علا مرده کرد بیارین. این راست میگه. ما در هر چیز منتظر بادار چرا هستیم؟ ما باید از خود فکر داشته باشیم، از خود سیاست های مشخص درباره کشورها، درباره وطن خود باید داشته باشیم که بدبختانه نداریم. از این خود راغم هستیم. یک بار طرف روسیه میدویم، یک دفعه طرف امریکا میدویم، طرف چین میدویم، یک دفعه طرف ایران. هیچ نمیتوانیم توازن حفظ بکنیم که با کدام کشور ما چقدر باید نزدیک باشیم، با کدام کشور ما چقدر باید دور باشیم. ما می توازن حفظ کرده نمیتونیم. و یا دولت مردای ما همین نسخه پیشان نیست، یاد ندارن و یا نمیخواین که یاد بگیرن. با وجود 20 سال
بسیار زیاد است، باید یاد میگرفتن. اما شاگردای تنبل هم که میبودن باید یاد میگرفتن، ولی بدبختانه که 20 سال شد که ما را هر روز بدبخت و بدبخت و بدبختر میذارن. ممنونتان، سلامت باشید. سلیم پیگیر، کارشناس مسائل سیاسی را در بحث قرار داد.